جانم نوید. سلام. الان مدیر عامل شرکت فراسوی آسمان‌آبی تماس گرفت. گفت بدهیشون به بانک فردا صفر شده. شادمان امانی تسویه کردن. لحظه گوشی. بلیتو براتون گرفتم. 4 ساعت دیگه بعد فرودگاه باشین. فایلش ارسال کردم روی گوشیتون. اینا هم همین الان ارجاع شده شده. ببین جزئیات نوبه تسویه رو باید در بیاری. حالا من سفر دارم امروز. برگردم با هم صحبت می‌کنیم باشه؟ باشه. خدافظ. زنده باش. خدافظ. خب الان شما قبول داری که در حق ایشون اشراف کردی؟ بله درسته. آقا سید لطف کرد، پشت چک منو امضا کرد، ضمانت منو کرد. شرمنده‌تم آقا سید. خب بدهیشو میدی؟ بله، یه دو ماه اگه به من فرصت بدن خودمو جمع جور کنم کل حسابشونو میدم. چی میگه آقای کاظمی؟ امکانش هست؟ دیگه چاره‌ای ندارم. دو ماه بیشتر نشه. چشم آقا سید، ممنونم ازت. قربونت. من این ماجرا رو برای کسی تعریف نکردم. تو هم برای کسی تعریف نکن. چون اینجوری هیچ کی زامن کسی نمیشه. خب آقای کاظم‌پور رو کاغذ بنویس که رضایت دادی دیگه شکایتی نداری. بله چشم. سلام. سوال بی جایی اگه بپرسم چطوری؟ چرا همه چی پیچیده شد تو هم صدرا؟ درست میشه. خانم جون چطوره؟ دکترش هنوز نیومده اما پرستارش میگه خوبه. چرا تاوان اشتباهی فرهاد رو باید خانم جون رو مهتاب بدن؟ مهتاب و حامد مثل چشماشون به دامادشون اعتماد داشتن. خانم جون هم همینطور. اتهامش خیلی سنگینه. بدهیشم بده باز باید بره زندان. اونجا قطعا باید بریم. تو نمیتونی کمکش کنی؟ مهدی جان حفاظت به خاطر خبرهایی که پخش شده ممکنه منم احضار کنی. چه کمک بکنم؟ مثلا وقتی خودشو معرفی کرد بازداشتش نکنن تا دادگاهش. چرا؟ ریسک داره. کمکش میکنم. از رو انداختنم ابایی ندارم. تو رای فرودگاه دارم میرم کرمانشاه. کرمانشاه برای چی؟ خونه داداش سینا. نه خودمون سند ملکی داریم برای وثیقه، نه حامد. یه سند دستمون باشه شاید بتونم فرهاد رو قانع کنم خودشو نشون بده. خیالش راحت باشه. صدرا سینا جواب سلام تو رو هم نمیده. نده. برای گرفتن جواب سلام نمیرم که. حامد خیلی جواب دستم رو گرفته. من هم سعی میکنم جبران کنم. ببین من رسیدم که ارموشا بهت زنگ میزنم. سفرت بی خطر. مراقب خودت باش. خدا بس. خدا بس. خودشون. ببینم شما از خودشون اینجوری راست راست میچرخین. آره؟ بله؟ البته ببخشینا یه قالپاق دوز و سه سوته کتبسی میندازن زندان. اما دونه درشتایی که از خودشونن و پشت پرده با هم زده بند دارن. لا اله الا الله. ببین خبرش همه جا پخش شده. من جای شما باشم یه سولاخ موش پیدا میکنم میچپم توش که مردم منو نبینن. وای به روزی که بگندن نمک. دفاعی هم که خودتون ندارین. تکلیف معلومه. عزیز برادر من الان بگم خبر دروغه برام پاپوش درست کردن شما باورت میشه؟ معلومه که نه. البته ببخشینا. خدا خیرت بده آدم صادقی هستی. خدا هر وقت خودش صلاح ببونه ازم دفاع میکنه. انشاءالله. دروغ گفته بهتون بابا. بهتون دروغ گفته. یعنی شما باور کردین منی که دخترتونم خبر داشتم فرهاد نرفته وامشو تسویه کنه؟ یعنی اصلا شک نکردی که این همه پول
چجوری اومده تو زندگیتون؟ من کجا باید شک میکردم وقتی فرهاد از صبح تا نصف شب سر کار بود؟ گفت با یکی شریک شده که اون کارو کاسبی بلده. بابا ناراحت میشم وقتی جوابمو نمیدی. خب اگه باورتون شده بود که من از همه این ماجرا خبر دارم، چرا بهم نگفتین قضیه رو؟ بینا به من نگاه کن، تو همیشه با من رو راست بودی، هستی. پس حرفم باور کنی، من تو همه این سال از موقعی که عقلم کار کرده هر چی شما گفتین انجام دادم، حتی اگه دوست نداشتم، چون حرف شما برای من تو اولویت بود. فرهاد گفت ماجرا رو جمع جور میکنه، خبرداری ازش. اگه زودتر بهم گفته بودین، من مجبورش میکردم که همه چی رو برگردونه سر جای اولش. چینی که بشکنه میشه بندش داد، ولی چینی روز اول نمیشه. باید کمکش کنی حل کنه تا حدی که میتونی. مادرت چطوره؟ اصلا خوب نیست. 24 ساعتی پیش خانم جون تو بیمارستانه. دیشب من موندم اونجا، مجبورش کردم بره یکم خونه استراحت کنه. مادرت تو این ماجرا بیشتر از همه لط میخورد. اصلا انتظار نداشت ازم اشتباهی ببینم. من تا آخر عمرم خجالت زده شما میمونم. اگه خبر نداشتی که خجالت زدگی نداره، با فرهاد تماس بگیر دست دست نکنه. بهش گفتم بره هر چه زودتر مالشو بفروشه و بره بدهی بانکو بده. تمام ترس فرهاد اینه که نکنه دوباره بیفته تو زندان. خاله مهدیه امروز گفت آقا صدرا رفته یه سندی جور کنه که شاید بتونیم یه وثیقه بذاریم واسه فرهاد. صدرا از کجا میخواد سند بیاره؟ رفته کرمانشاه از برادرش بگیره. حواست به مادرت باشه. چشم. نظر تنها بمونه. شما هم بیاین خونه. میام، جنه نکن. این چیه؟ امروز رفته بودم امامزاده ساله، گپار روبی بود. مطمئنم که به هممون کمک میکنه.
با بی نظمی آجر رو آجر این کارخونه بند نمیشه. بری سر کارتون. سلام خان داداش. مخلصم. بی خبر اومدی؟ بچه ها چطورن؟ بچه ها خوبن. یه کار فوری پیش اومد دیگه. خیره. کار فوری با من؟ دنیا به آخر رسیده که جناب بازپرس معروف کارش به من جلومبر افتاده؟ نگو اینه دیگه داداش سینا. اگه دروغ میگم خرت همه جا نمیره؟ حالا خرم هر جا بره داداش کوچکه شما هم دیگه. حق پدری داری به گردنم. حق پدری داشتم روم و زمین نمینداختی. خیر تو میخواستم که تو اون ماجرا دخالت نکردم. باش حق با توه. شما اینقدر فهمیده و بزرگ هستید که خیر همه رو میخواهید. حتی منی که 10-12 سال ازت بزرگترم. من کوچیک شما. ولی نمیخواستم به خاطر 2000 که سهم این شریک مرحومت بود اون رو یا گرفتار بشی. خانداداش. صحبت 2000 پول نبود. صحبت زحمتی بود که 5 سال به خاطر این کارخونه کشیدم و برسه ناجنس و بند و خدا بدون اینکه یه قطره عرق ریخته باشن اومدن که روی منو کم کنن. این همه سال من گفتم شما محل نزیشتی. الان میذاری حرف بزنم؟ بالاخره میگی برای چی اومدی؟ شما با ورثه این شریک مرحومت سر لج افتاده بودی. مگه نه اینقدر از اون کارخونه در آوردی که اصلا اون پول به حساب نیست. پول زور نمیخواستم بدم که به لطف شما دادم. من کار دارم. سرم شلوغه. تو هم که سر زده اومدی. و حرفایی هم که میزنی معلومه واسه عذرخواهی نیومدی. اگه واسه عذرخواهی اومدی منو که خوب میشناسی. یادم نمیره. ممکنه ببخشمت. اما یادم نمیره. شرمنده خان داداش. نیومدم برای عذرخواهی. کاری نکردم که عذرخواهی بکنم. شما از من خواستی که تون پرونده دخالت کنم سرشو کش کنم طرف شما. خودم نکردم. دلیل منطقی هم داشتم که این کارو نکردم. پس به سلامت. خان داداش. گفتم شما حق پدری به گردن من داری. اگه آقا جان خدا بیامرز زنده بود بالا میرفتم که اون بهم کمک کنه بود. لای لای حالا بگم یا نگم یه بند خدایی گرفتار شده این باید بره زندان. البته خودش حق بشه بره زندان ها ولی خب این گرفتاریش برای خانوادهش تبعات داره دیگه. من میخوام یه جوری بشه وثیقه گذاشت تا زمان دادگاهش این بیرون باشه. میام براش پارتی بازی کنم؟ نه میخوام سند کارخونه رو وثیقه بذاری این بیرون باشه تا بتونیم مشکلش رو حل و فصل کنیم دیگه. کیه من و خدا که بابتش به من ناجور رو انداختی؟ اینو نگو دیگه داداش سینا. غریبه نیست. داماد حامده. شوهر مهتاب خانم. آها. زنت مجبورت کرده که به خاطر فامیلش رو بندازی. مگر نه تو کسی نیستی که بیای جلوی من ناجور خواهش کنی. حالا این ناجور رو بگو دیگه. مهدیه وقتی فهمید من دارم میام اینجا که نزدیک فرودگاه بودم. حالا میگم اگه روم و زمین نمیندازی یه توکه پا بیاریم دفترخونه جایی یه وکالت بده من این سند رو بتونم وثیقه بذارم. چرا فکر کردی همچین کاری برات میکنم؟ رو پیشونی من چی نوشته؟ خانده داشت شما بزن این ورثه شریکت فکر کنن که روی تو رو کرم کردن. شما که خدا رو شکر دوزات خوبه. 50-60 نفر زیر دستت دارن کار میکنن. عوضش اون دنیا خیالت راحتی. البته نخواهیم پا پیش بذاری به تق میدم چون تمام دارایی همین کارخونه هست دیگه. دارم بیشتر اصرار نمیکنم. به زنده سلام برسیم. فرصت شد با مهدی و بچه ها میانده بیدید. یا حق. Thank you.
همین الان از بانک مرکزی اومدم. خب با دستوری که داده بودین اطلاعات بانک فردا رو در اختیارم گذاشتم. بدهی شرکت فراسوی آسمان آبی با مهر تسویه شد. عکس ویلا و گزارش ارزیابی بانک. دقت کردی؟ بیشتر املاک و آپارتمانایی که باهاش وام‌ها و ضمانت‌نامه‌ها رو تسویه کردن خارج از تهرانه. دقت نکرده بودم. اینم اطراف اصفهانه. صادقی، یه نیابت برای معاینه محل در اصفهان برام تنظیم کن بیارم. اطلاعات ویلا و گزارش ارزیابی هستی کجا بیره؟ زنگ بزن حاجی رو هر جو هست بیاد. شاید واقعا این ویلای همونقدر که ارزیابا قیمت گذاشتن بیارزه. ما بی خود داریم میریم اصفهان. ممکنه حرف تو درست باشه، ولی به هر صورت ما یه بار باید روند تسویه یکی از این بدهی ها رو صفر تا صد دنبال کنیم، ببینیم کجای داستان نشتی داره دیگه. حالا به نظر شما چرا اصفهان؟ شاید چون دوره، انقدر دور که در دسترس نباشه. هر کسی همت نکنه بره سراغش بررسیش کنه. منطقیه. ببین این ویلا به ظاهر خیلی ارزشمنده. من فکر کنم همون مقداری که ارزیابا گفتم بیارزه. بچه را داری میری؟ چه میدونم؟ کار دیگه میتونیم بکنیم؟ آجیلو جانم، نظر تو چیه؟ نظر؟ من نظری ندارم. چند وقتی من حواسم بهش اساسا تو باغ نیست. والا هفته دیگه من قراره بله برونو گذاشتم، یه ذره ذهنم درگیر اونه. بابا بابا مبارک باشه. پس برای همین ترس افتاده به جونت ها؟ یه جوری باش کنار اومدم دیگه. خوبه، بعد کاشن یه رستوران میریم آقا شیرینی بده. شیرینی با من یه حالا باید پولاشو جمع بکنه. نمیدونی حالا روزشو بابا بسی یه خواهی پول خرج کنه. چقدر مونده؟ فکرم یه 200 مونده. 200؟ آره بابا همین الان تابلو رو رد کردی. بابا 60 داری میری گاز بده دیگه. حالا 80 تا 90 تا. آجلو جانم یه جلو دیگه، تو خودت نباش. خشم زنگ گرفتی دیگه، قرار نیست رفاقتات به هم بخوره. خشم نگاه کسی نیست. مطمئنین همینه؟ کروکی رو پرونده همینجا رو نشون میده. کسی نیستش. بکنم آدرس اشتباه اومدیم چه یه ساختمان معمولی توشه. حالا معلوم میشه. آجلو بپر در باز کن.
باشه، فقط امیدوارم قفل نباشه. قفل اصلی رو بردار، قفل رو بشکن. بجام دیگه آجیلو. ماشاءالله. گریمی خونه سرای داری پس ویلای کو عجیب. من میگم اشتباه اومدیم. یعنی ویلا به این بزرگی دود شده رفته هوا؟ ویلا نبوده، فتوشاپه. از باغ عکس گرفتن، با فتوشاپ انداختن روش. یعنی یه عکس چند ده میلیا غالب کردم به بانک؟ باید همه مدارک و اسناد تسبیه ضمانتنامه و وام‌ها رو تک به تک بررسی کنیم. از صبح تا حالا صد بار شمارشو گرفتی، خسته نشدی؟ از صبح تا حالا هر چی زنگ میزنم در دسترس نیست. تا حالا نشده اینجوری باشه. مگه تو امروز جواب تلفن تو میدادی که الان نمیده؟ من بهتون دروغ گفتم مامان. چه دروغی؟ من تا دیروز با فرهاد صحبت میکردم، اما از امروز جواب تلفن منو نمیده. چرا دروغ گفتی؟ چی میگفت؟ من از فرهاد خواستم که خودشو معرفی نکنه که همه زندگیمونو از دست بدیم. خودش که بلا تکلیف بود، میترسید بیفته زندان. این سری جوری نیست که بخواد به همین راحتی در بیاد. آبروی بابا در خطره، میفهمی اینو؟ کیه؟ ناشناس. جواب بده. بله. سلام خانم سعادت. بفرمایید. ریایی هستم از حفاظت قوه. حفاظت؟ لطفا فردا ساعت 2 تشریف بیارید دفتر حفاظت با هم صحبت. اتفاقی افتاده؟ تشریف بیاری میگم خدمتتون. خدا نگهدار. اما لهمترتون به اسم کی بوده؟ به اسم خودش. خونه، ویلا. بله. جناب سعادت گفته بودن 3 تا خودرو هم داشتی. بله بله. ما لیست اموال لهمترتون استعلام کردیم. در حال حاضر فقط یه خودرو به اسمشون ثبت شده. یه 206 سفید. یعنی چی؟ ما که چیزی نفروختیم. به اسم اقوام یا دوستان چیزی نداشتیم؟
نه، همه چی به اسم خود فرهاد بوده. حتی من چند باری ازش خواستم چند دنگه از خونه رو به نامم کنه، اما قبول نکرد. میشه واضح تر بگین چی شده؟ خونه‌ای که دختر من توی زندگی میکرده مال کی بوده؟ یعنی فرهاد هرچی گفته دروغ گفته؟ احتمالاً هرچی داشته رو فروخته و متواری شده. چی؟ وای وای آقای حسینی رو پیک آورد براتون. چی هست؟ نمیدونم، یکی تو فرودگاه بهش داده بیاره اینجا. بوده من بفرمایید. ممنون. خانم پناهگیان چی شد؟ تو راهن. سلام خان داداش. آقا دمت گرم، حق برادری رو تموم کردی، خیلی مخلصی. با مینا صحبت کن، بگو وسیله فرهاد جور شده، بهش بگی بیاد خودشو معرفی کنه. از کجا؟ خان داداش سند فرستاده. صدرا من به این فرهاد اعتماد ندارم، فرار نکنه سند داداشت گیر بیفته. بخواد فرار کنه که نمیاد خودشو معرفی کنه. باشه، به مینا میگم دست درد نکنه. خبر بده. باشه. جناب بازپرس، بفرم. سلام، بابایی هستم، همسر آقای حسامپور. خدا شاهد، حسامپور میگرن شدید داره، اصلا نمیتونه اینجوری تو زندان، حالش بد میشه. مربوط به کدوم پرونده است؟ بونگای مرز دارن، همونجا که 5 تا خونه رو به 11 نفر فروخته بودن. خانم تو اون پرونده کلی آدم متضرر شدن، من نمیتونم شوهر شما. آقا باور کنید شوهر من تو این بونگا فقط آبدارچی بود، اصلا کاری نبوده که انقدر میگرن شدید سرشو میکوبونه به دیوار. آها یادم اومد، حسامپور. وسیله چی داری تو؟ هیچی، باور کنید آه نیست تو بساطمون. آقای حسینی میرم مایبانی پرونده رو بزنم. گفتی تحت نظر پزشکه؟ بله بله، هست سال هی داریم میریم میایم ولی هیچ فایده ای نداشت. خیلی خوب، برو پیش پزشک معالجش، بگو یه گواهی بهت بده که بیماری صعب العلاج داره. منم یه بار دیگه پرونده رو بخونم، شاید بتونم کاری بکنم تا موقع دادگاهش بیرون باشه. خدا خیرتون بده، ان شاءالله عزیزاتون مریض نشه. بیرونم باشه با پابند الکترونیک؟ باشه باشه، فقط بیرون باشه، اصلا هر طوری شما میگی. خیلی خوب، برو دکتر. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم، متشکرم. سلام. امروز چند تا مراجعه داری؟ شاکی های پرونده مؤسسه اعتباری فرشتگان میان با همون شاهدی که برای پرونده نزار باغ پرند خواسته بودین. راستی آقای حسینی، پرونده کلاهبرداری لیزینگ امینم هست که قرار از زندان بیارن. بر ستاشون زنگ بزنین، منتفی بکنید برای فردا پس فردا بهشون وقت بدید. کسی رو تو اتاق را نمیدید، تلفن ها رو هم بس نکنید. چشم. Thank you.
مطالب سوانی رو سیستمی برات میفرستم، برو سر وقتش. شادمان میسپارم به حاجی لو. خداحافظ. خیلی پیچیده شد سهرابی جون. گیج شدم، یکم بیشتر برام بگو عزیزم. گوشم با شما. بله حتما. ببینید ما یه پنلی طراحی میکنیم که این پنل به صورت خودکار مثلا روز تولد مشتری رو بهش تبریک میگه و غذای مورد علاقه شو که قبلا به رستوران شما سفارش داده برای خودش یا خانوادش با 50% تخفیف هدیه میده. متوجه شدم. یه جورایی ما با مشتری مثلا صمیمی میشیم، یه جور ارتباط عاطفی برقرار میکنیم. درسته؟ بله همینطوره. حالا خواهش میکنم همه اینا رو برام بنویس، من دقیق تر مطالعه کنم، اگه سوالی داشتم حتما ازت میپرسم عزیزم. حتما ارسال میکنم خدمت. خیلی ازت ممنونم. سلام آقا. خانم شادمان. خودم هم بفرمایید. شما باید با ما تشریف بیارید. متوجه نمیشم حکم جلب برای چیه؟ چرا باید بیام دادسرا؟ شما باید تشریف بیاریم تفهیم اتهام بشه. میخوام با وکیلم صحبت. اجازه بدین. خانم شادمان با اجازه، خدا نگهدار. اجازه بدین الان نمیشه. بعد از اینکه تفهیم اتهام شدیم میتونیم با وکیلتون تماس بگیریم. خانم راهنمایی کنه. بفرمایید. آقا میخوام کیفمو بردارم. موردی نداره، بفرمایید. سرکار خانم فرزانه شادمان. ببخشید قربان، من برای چی اینجا؟ اتهام شما توانی و اعمال نفوذ در صندوق کاوش برای کسب مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور. توضیحی دارید بفرمایید. میخوام با وکیلم صحبت کنم. بفرمایید به وکیلتون زنگ بزنید، صحبت کنید، بگید تشریف بیارن. شما بفرمایید بشین. متاسفانه الان جواب نمیده. بعد از جلسه تفهیم اتهام دوباره بهشون زنگ بزنید. ببینید قربان، من اصلا از این حرفایی که شما زدین، توضیحاتی که دادین سر در نیاوردم. من یه زن خونه دارم، زیاد اصلا نفهمیدم شما چی گفتین. سرکار خانم، شما مسئول دفتر یکی از بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی کشور هستید، چجوری از این چیزا سر در نمیارید؟ ببینید، من یه سری نامه‌های اداری رو شماره می‌زدم می‌فرستادم به نشونیایی که باید بفرستم، همین. مثلا دفتر آقای امانی، بدون اینکه بهشون ربطی داشته باشه. البته خیلی از اون نامه‌های اداری رو هم خود آقای امانی تنظیم می‌کردن. من اصلا فرمایشات شما رو قبول ندارم قربان. یعنی رابطه با آقای امانی رو هم انکار می‌کنید؟ ارتباط خانوادگی داشتیم، جرمه؟ ارتباط شما فراتر از رابطه خانوادگی بوده. سرکار خانم صادق باشین تا کارمون راحت‌تر پیش بره. در مورد اتهامتون توضیح بدیم. آقا اینقدر نگید اتهام. اتهام آدم میترسه. کدوم اتهام؟ خب خانم ترسم داره. بفرمایید. آقای امانی مشاور بانک فردا بودن، به همین دلیل با آقای دکتر در ارتباط بودن. ارتباط من با آقای امانی به دلیل ارتباط ایشون با دکتر بوده، همین. شما با نهی همکاری ندارید، وقتم گذشته، من باید سریع تعیین تکلیف کنم. خانم ببریدش. قربان، من هر جور همکاری که لازم باشه خودم وکیلم با شما انجام میدیم. فقط خواهش میکنم برای من قرار بازداشت نزنید. عرض نکردم خدمتتون؟ به نسبت یه خانم خانه‌دار اطلاعات حقوقی خوبی دارید. بالاخره تو زندگیم 4 کتاب خوندم قربان. پرینت پیامک‌ها و چت‌های شما و آقای امانی، گزارش ضابط پیرامون تسویه حساب سوری شرکت‌ها و افراد بدهکار به بانک فردا که شما واسطش بودید. ببینید پرونده واضح‌تر از اونه که بخواید این کار بکنید. آخرین موردم تسویه حساب بدهی شرکت فراسوی آسمان آبی. اینا همش پرونده سازیه. اینا رو با فتوشاپ درست کردیم. قبول ندارم.
بله. رسیدی؟ بیا تو. آقای نویدی، نماینده شرکت فراسوی آسمان آبی. خوبی؟ آقای دکتر سوهانی از دوستای عزیز و قدیمی من هستن. فقط به این فکر میکردم که با این آدم من میتونم به همه آرزوام برسم. نمیدونم سوهانی تو رو انداخته تو این بازی یا تو سوهانی انداخته تو این نج. تو این دو سه روزه همسایه ها چپ چپ نگاه میکنن، همکاران بهم طعنه میزنن. وقتی با من اینجوری میکنن با تو چیکار میکنن؟ اینا از من رشوه میخواستن، من ندادم، رفتن علیه من داستان درست کردن. اگه اثبات نشده بود که شما مصطفی قاد میتونستی بری، اما این بار نمیتونی. هر کاری کردم فقط برای این بوده که تو شکل من زندگی نکنی. هر چیزی که از سوهانی و امانی و هر کسی دیگه بدونم بهشون میگم. آرمان!